راجب ازدواج صحبت کردیم و اون مسائلی که در بینش وجود داشت، خواستم که لطف بفرمایید که نقش شیوا بر خود توی این مسئله، توی برخایی که گفته میشه، مثلا یوسر آدام یا آخر کار که توی یک شب به عزیزی، حالا داماد موقع شکستن اون استکان میگه اگر من فراموش بکنم دستم و حالا از دست بدم یا این چیزا، خواستم اینو یه توضیحات بیشتر بدید. ما یه چیزایی خودمون البته برامون گفتن، ولی میخواستم نظر شما هم بدونم، ببینم این هفته برخا چرا اینجا قرار گرفته و بخش دومی که به اصطلاح عروس تعلق میگیره به داماد چه وابستگی به این هفته برخا داره. ممنون، متشکر، سلامت و تندرست باشید. خیلی شکرم، شنو باشید. چشم، تشکر بابت سوالتون. گمارا می فرماید توی مسخت کتوبوت داف زین عمود بت، گمارا می پرسه، گمارا توضیح میده، ببخشید، تمام روانم مبارخین میکرد خطانیم و اثارا. موقعی که ما براخای خطان و کله رو میگیم، ما بشکیم میکرد خطانیم. میکرد خطانیم رو باید در حضور ده براخا گفته بشه، همونطور که هفته پیش توی سر کلاس صحبت کردیم که با وجودی که برای قیدوشین ما فقط دو نفر شاهد احتیاج داریم، همین که دو نفر اونجا باشن، شاهدایی که کاشر هستن، مراسم قیدوشین میشه اجرا بشه. یعنی قیدوشین یعنی این که خاتانه اون سکه رو یا حلقه رو میگیره و میده به دست کلا و میگه با این، در عزای این، تو مقدشت میشی برای من، تو مخصوص من خواهی شد. و همین که خاتان و کلا و دو تا شاهد اونجا حضور داشته باشن کافیه. حتی اون خاخامی هم که به اصطلاح ما براخاشون میگه لازم نیست اونجا باشه. ما خاخامه رو احتیاج داریم که بهشون یاد بده چیکار کنن، ولی در مذهب ما تمام مراسم عقد و ازدواج توسط خود شوهر انجام میشه و با زنش، و خاخام اونجا فقط نقش ناظر داره که مطمئن بشه که مراسم رو درست انجام دادن. و براخا رو هم خود خاتان قاعدتا باید بوده بگه، منتها چون که بعضی از خاتان ها بلد نیستن براخا رو بگن، برای که کسی خجالت نکشه گفتن که خاخام بیاد و براخا بگه براشون. ولی اگر نه، خود خاتان میتونه براخای قیدوشین رو بگه و حرقه رو بکنه انگشت دست انگشت کلا، یا به این سکه رو بده مثل دوره قدیم، و همین که دوتا شاهد اونجا ناظر باشن و ببینن، این قیدوشینه به وقوع خواهد پیوست. گمارا میفرماید ولی نیستوین اینجوری نیست. مرحله دوم مبارخین میکرد خطانیم به اثارا. باید ده براخا باشن و این ده براخا، ده براخا مرد، و خاتانم میتونه یکی از این ده براخا باشه. کل این براخا رو خواهند گفت. اینو ما از کجا یاد میگیریم که باید ده براخا جمع بکنن و هفت براخا بگن؟ همونطور که هفته پیش صحبت شد، این البته تقانه خخامیم هست، منتها ما اینو از بوعز از همونجا میبینیم. بعضی هم میفرمایند که حتی قبل از دوره، همونطور گمارا میفرماید که حتی قبل از دوره متن تورا هم این تقانه یا این کار درسته وجود داشته که برای که عروس بیاد درست به خونه دوماد باید ده براخا
حاضر باشن. به خاطر همین خزان میفرمایند که الیزر که 10 تا شتر گرفت موقعی که رفت که ریفقا رو بیاره برای اسحاق، 10 تا شتری که گرفت برای این بود که 10 نفر ساربون باشن با هم دیگه، که این 10 نفره آماده باشن برای براخای نیسوین موقعی که قرار گفته بشه. یعنی این ایده این که 10 براخا حاضر باشن برای مرحله آخر ازدواج، حتی دوره الیزر عبد ابراهام هم این کار رو انجام میدادن، با وجود که خخامیم اینو هنوز رسمن تقانه نکرده بودن. که مانا میپرسه اونجا امرم نخوان امرلی اونا به برناتان مینایل بیکت خطانیم به اثاره. ما از کجا میدونیم که بیکت خطانیم 10 براخا احتیاج داره؟ مانا جواب میده به خاطر این که میبینیم که بو از 10 براخا از پیران اون قسمت رو میگیره و اون 10 براخا رو استفاده میکنه. 10 براخا برای چی میخواسته؟ اگر میخواسته بدین تشکیل بده 3 براخا کافیه. 10 براخا برای چیه؟ برای که میخواسته این مرحله ازدواج رو اون روز کامل کنه، به خاطر همین 10 براخا احتیاج داشته. چرا خخامیم اومدن و این 7 براخا رو گذاشتن؟ یه ما رو همونجا توی مسخه کتوبوت لیست 7 براخا رو میده و میفرمایند دلیلی که این 7 براخا رو گذاشتن مقابل تمام 7 های دیگه که ما داریم. 7 های دیگه چیه؟ 7 روز هفته و اینکه برای شب را خود خاتون و کلا 7 روز شب برا خود میگیرن، اونم 7 روزه مقابل تمام 7 هایی که ما داریم و این 7 ها مقابل اون هاست. چون که موقعی که خداوند دنیا رو شروع کرد با 7 روز آفرید و ما میدونیم که در مرحله آفرینش دنیا 7 دفعه گفته شده کیتوف، با وجودی که روز دوم کلمه کیتوف گفته نشده ولی روز سوم 2 بار گفته میشه، بنابراین 7 بار گفته شده کیتوف یا توف، به هر صورت کلمه توف 7 بار گفته شده. اینجا هم خخامیم برای اینکه زندگی عروس و داماد با هم شروع بشه 7 براخا تعیین کردن به پاس این 7 تا. بعد ما رو یکی یکی این 7 تا رو توضیح میده. این 7 تا به صورت کلی سه قسمت کلی داره. اگه ما بخوایم این رو تقسیمش کنیم به 3 قسمت، منتها حقیقتا به 5 قسمت تقسیم میشه. 5 تای چیه؟ 5 تای براخای اول که بوره پری هگفنه که همه ما میدونیم. براخای بوره پری هگفن چون که روی لیوان شراب گفته میشه باید براخای بوره پری هگفن گفته بشه. براخای دوم شهکل بارا لیخ بودو که همه چیز رو خداوند آفریده برای کابود خودش، یعنی هر کاری که آدم انجام میده توی دنیا باید برای کابود خداوند انجام بده. چرا اینو اینجا میگیم؟ چون ما میخواییم به خاتون و کلا یادآوری کنیم. درسته که شما میخواید ازدواج کنید، درسته که شما مدت ها انتظار کشیدید، ولی فکر نکن که ازدواج برای ارضای نفس شخصه، برای ارضای هوا و هوس شخصه. شهکل بارا لیخ بودو، هر چیزی که خداوند آفریده برای کابودشه. اگر میخواید که ازدواجتون موفق بشه شما هم باید این ازدواج رو که انجام میدید به پاس کابود خداوند انجام بدید. این که ما بتونیم ازدواج کنیم یه خانواده تشکیل بدیم با قدوسیت و با طهارا، خانواده تشکیل بدیم که بتونیم درش بچه هایی تربیت کنیم که عابد خداوند باشن، خانواده ای که نام خداوند رو مقدس کنه،
این هدف اصلی ازدواج هست که ما اینو انجام میدیم. به خاطر همین تعیین کردن شهکل برای لیخ بودو که یادآوری کنه به خاطر و کلا که همه چیز برای کبود هشم. این نکته اول. بعدش ما دوتا براخا داریم، هر دو یوتسرها آدم هستن، یکیش کوتاه است یکیش بلنده. برو خطا هشم الوکی رو ملک عالم یوتسرها آدم، برو خطا هشم الوکی رو ملک عالم اشر یوتسر آدم به سلمو و خوله و خوله، برو خطا هشم یوتسرها آدم. هر دو در مورد خلقت آدم صحبت میکنه. قضیه خلقت آدم چیه؟ اینو که ما را توی مسقط براخود همین تو مسقط کتوبو توضیح میده، میفرماید که خلقت آدم دو مرحله داشته. مرحله اول خلقت آدم این بوده که خداوند، یعنی یکیش یه مرحله هدف خداونده، یه مرحله عمل خداونده. هدف خداوند اینه که آدم و حوا دو نفر باشند، به خاطر که باید با همدیگه کار کنن، در دو کالبد باشن. این دو کالبده ولی باید بتونن با همدیگه کار کنن. عملا خداوند اونا رو در یک کالبد آفرید، بعد کالبده رو دو قسمت کرد. پس دو مرحله بوده. یه مرحله ای این که اینا با هم آفریده شدن، یکی که اینا از هم دیگه تفکیک شدن. یه تفکیک شدنه همون هدف اول کار بوده. از اول کار هدف هم همین بوده. چرا باید بوده اینا دوتا باشن؟ حقاون نویلنا توضیح میده، میگه به خاطر این که برای انجام دادن تمام مراحل عبادت خداوند توی دنیای فیزیکی ما دو نفر احتیاج داریم. یه نفر احتیاج داریم که بتونه حد اکثر تمرکزش رو تا اونجایی که میتونه بذاره روی روحانیت، و یکی که بتونه مایحتاج مادی زوج رو یه جورایی تامین کنه. مایحتاج معمولی زوج منظور امرار معاش نیست، منظور پول در آوردن نیست، اون وظیفه‌ایه که بر صورت بر شونه مرد گذاشته شده. منتها توجه به جزئیات زندگی، توجه به سلیقه زندگی، توجه به قشنگی زندگی، اونو مرد نمیتونه بهش توجه کنه، به خاطر اینکه مرد باید از قدرتش، از ابتکارش، از تمرکز فکریش استفاده کنه برای بالا بردن روحانیتش. اون قسمت از زندگی رو خداوند تحت اختیار زنها قرار داده. یعنی اگر مرده قرار بود خوراک بخوره، برای خودش خوراک درست کنه، بالاخره یه جوری کسی که واقعا دنبال هدف زندگیش باشه، اهمیتی برای اینکه خوراک چیه و چه جوری و چقدر درست شده قائل نیست. طرف هر شبم شده یه چیزی میخره، حاضری میخوره، تموم میشه میره. اگه قرار بود که آدم تنهایی توی خونه خودش زندگی کنه، کما اینکه ما میبینیم خیلی جا دانشجوهایی که تنها زندگی میکنن، مردایی که هنوز مجردن، آپارتمانه به هم ریخته است، آپارتمانه رنگ رو نداره، رونقی نداره، دست گلی اونجا توی آپارتمانه نیست، طرف خیلی 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 مرتب و منظم باشه، لباساشو همیشه آویزون میکنه سر چوب لباسی که ای بابا، خب میندازه اون بغل تختش، چند دفعه یه بار لباساش رو میشوره، خدا بده برگرد. اوکی؟ تا اینکه زن که میاد رونق به خونه میده، زن که میاد برنامه میده، سلیقه میده، این پرده باید رنگش به اون موکته بیاد، به قالیه بیاد، این تخت و مبلمانی که توی خونه هست
باید مرتب باشه، باید مبله به قیافه خونه بخوره، رنگ دیواره باید به رنگ آباشور تو خونه یا رنگ چراغ بالای سقف بیاد، همه چیز باید به هم که مچ بشه. یه دسته گلی، یه رنگ و روی، یه جارو زدنی، آب پاشی کردنی، بالاخره رونق به خونه میده. خداوند میخواد که آدم توی دنیای فیزیکی زندگی کنه، نه که مرتاض باشه. برای این که زندگی کنه و در این حال بتونه توجه کنه به روحانیتش، یک شخص دیگه احتیاج هست که اینا با همدیگه بتونن روی دوتا مورد کار کنن. اگه من میخوام مثال بزنم برای این، البته مبحث ما نیست امروز، مثال یه کمپانی موفقیه که مسئول فروش با مسئول خرید فرق میکنن با هم دیگه. کسی مسئول خریده تمام فکرش روی خریده که چه جنسی رو از کجا به قیمت مناسب به صورت خوب به دست بیاره. کسی مسئول فروشه تمام تمرکزش روی مشتریاست که باید این جنس ها رو به اونا بفروشی. حالا عمده فروشیه، البته اینا باید با هم دیگه همکاری کنن، اگه همکاری نکنن که اصلا کمپانی میپاشه. باید اون که مسئول فروشه به مسئول خریده بگی که آقا بازار اینجوریه، من همچین جنسایی مشتری ها احتیاج دارن، که مسئول خرید بدونه بره چی بخره. از اون مسئول خرید باید به مسئول فروش بگی بدون همچین جنسایی داره به بازار میاد، یه جوری مشتریاتو آماده کن که اینا بتونن با همدیگه کار کنن که کمپانی بره جلو. زندگی هم همین جوریه. مرد تمرکزش روی اون عبودای اون عبادت روحانی هست، که البته زنم یه مقداری در این سهیم 100%، ولی به صورت کلی دست مرده. مرده که باید بره کنیسا، مرده که باید تورا بخونه، مرده که اکثر میسوهای اصل شزمند گراما رو باید میسوه رو باید همه انجام بده. زنا این میسوه رو ندارن، زنا کنیسا رفتن وظیفه ندارن، میخوان برن بخوابن، تورا خوندن وظیفه ندارن، اینجوری تمرکزشون اونجا باشه. به خاطر همین دوتا برخا تعیین کردن یوتسرها آدم که به من این نکته رو بگه. درسته که شما دو نفر هستید، ولی باید بدونید که در واقع یه نفر بودید و یه نفر هستید. درسته که یک نفر هستید، ولی باید بدونید که دوتا نقش دارید. فکر نکنید که زنم باید بیاد همون نقش مرد رو انجام بده، مثل اینایی که زن سالاری میخوان را بندازن. زنم باید میسوه انجام بدن، زنم باید بیاد هر کاری مرد میکنه زنم باید بکنه. نه، دوتا نقش مختلفه. پس یکی برای نقششون، یکی برای این که بدونن که اینا با هم دیگه واقعا یکی هستن، که تضاد به وجود نیاد، دوگانگی به وجود نیاد، رقابت بینشون به وجود نیاد. این دوتا برخای یوترها آدم. پس برخای شهکل برای لیخمدو هدف خداوند، برخای یوترها آدم هدف از ازدواج به عنوان عملی چی هست. این قسمت دوم. قسمت بعد، چون که هر سیمخای ما داریم امکان کامل نخواهد بود بدون این که به تمیقداش درش وجود داشته باشه. اگر به تمیقداش نباشه، اگر خونه خداوند که بیا خود خرابه، چجوری خونه ما آباده؟ خونه هیچ کسی آباد نیست تا موقعی که خونه خداوند خرابه. بنابراین یه برخای اونجا میذاریم در مورد یروشالایم. پس یه برخای حتما باید در مورد یروشالایم توی وسط، توی دل این هفته برخای باشه. اینو ما نه فقط اونجا میبینیم، ما شب شبات میام لخادودی بخونیم، میخوام بریم به پیشواز شبات. پیشواز شبات لخادودی نقرد کلا، بیایی محبوب من بریم به استقبال کلا، پنه شبات نقبلا.
بریم روی شبات رو قبول کنیم، استقبال کنیم. زاخور به شامور به دیبور خواد در مورد زاخور به شامور صحبت میکنیم، در مورد شبات صحبت میکنیم. لیغرد شبات لخوب نلخا کیم قرع براخا، بیا تو بری. اوکی، همین دو بیت رو که گفتیم، دو قسمت رو، میریم سر یروشالایم. میقدش ملخ ایر ملوخا یروشالایمه، هیت نعری ما فرقومی یروشالایمه، هیت اوری هیت اوری یروشالایمه، لوت بوشی و لوت کارمی یروشالایمه، و آیولیم شیستا شستایق یروشالایمه، همه شد یروشالایم. پنج مورد. شیش مورد یامین و سمول تیفروتسی. بعد دوباره برمیگردیم بویی به شالوم اترز بحلا. ای بابا ما در مورد شبات داشتیم میگفتیم، یه دفعه دو تا بیت شبات گفتیم، رفتیم در مورد یروشالایم، شیش تا بیت شیش تا قسمت در مورد یروشالایم گفتیم. آخر کار بگیم بویی به شالوم اترز بحلا به خاطر که هیچ چیزی توی زندگی ما کامل نیست تا موقعی که یروشالایم خراب هست، تا موقعی به تمیزش خرابه، کامل نیست. اگر خونه خداوند خرابه، هیچ چیزی در میون ما آباد نیست. مران میفرماید توی شولخان اروخ که خخامین تعیین کردن از موقعی که بیت المقدس خراب شد که هر کسی اگر خونه میسازه باید با خونش رو گچکاری میکنه، رنگ رو مرتب میکنه، باید یه قسمت جلوی در خونش از داخل از گچ خالی بذاره. یعنی ما معمولا خونه که میسازیم میاییم ساختمان میکنیم، آجر و گل و همه چی، بعد میان روش یه سری گچ و گل میکنن، بعد میان روی اون سفید کاری میکنن. سفید کاریه رو باید جا بذاره به اندازه یک اما بر یک اما مربع، یه اما بر یه اما نیم متر به نیم متر گچ کاری نمیکنه. همون جور گچ و گلی که زیرش هست، سیمانی که بوتونی که زیرش هست، همین جوری میذاره بمونه، روش گچ نمیزنه قشنگش کنه. چرا؟ ذخر المقدس یاد بوده به تمیقداس، چون اگه به تمیقداس خرابه خونه من نمیتونه کامل باشه. این حلاخه امروز هم هست که وقتی خونه رو میسازن یا ترمیم میکنن یا کاری میکنن، جلوی خونه از داخل به اندازه یه اما بر یه اما گچ کاری نمیکنن. هر کی میاد میبینه یه اما بر یه اما خراب است. چرا؟ ذخر المقدس یاد بوده به تمیقداس. اینو ماران می نویسه. سیمان تاف قوف سادی 560. همینطور ماران می نویسه. بخیر هیتقینو شها اورخ شلخان لعصود سودال اورخیم. اگر یه نفری مهمونی گرفته. حالا مهمونی به هر موردی که هست. به هر دلیلی که مهمونی گرفته. مخسر ممنو معت. بعد یه مقداری از تجملات مهمونیه بزنه، اومنیخ مقام پانوی بلوق آرامی نقه آرود آره اویو لطت شام. و اگه رومیز غذاها رو چیدن، مثلا دیس غذاها رو چیدن، یه جایی که جای دیس هست خالی بذاره، انگار یه چیزی یادشون رفته، اونجوری به اصطلاح انگار یه چیزی کمه. همینطور اگر خانمی اون زیورالات خودش رو به سر و بدنش میکنه، یکی از چیزها رو انجام نده، یکی رو کم بذاره. تصور کنید مثلا یه خانمی دوتا گوشواره میپوشه، عوض دوتا یکی بپوشه، یا مثلا گردنبندش رو نپوشه، یه چیزی کم بذاره. کده شلویی یه تخشید شالر که اون زیورالاتش کامل نباشه. یا موقعی که خاتان، این من دارم در ضمن جواب سوال اولتون سوال دومتون هم جواب دارم میدم اینجا، اخشر خاتان نوسه ایشا، موقعی که خاتان زن میگیره
لقه یخ افر مقله یه مداری خاکستر میگیره و میذاره روی سرش، اونجایی که تفیلین میپوشه، جایی تفیلین سر کجاست اونجا خاکستر میذاره. شما تصور کنید این خاتان رفته آرایشگاه، رفته حمام، قشنگ خودشو مرتب کرده، کاکل زری با کاکل قشنگش داره میاد عروسی، حالا یا جل زده یا جل نزده یا هر کاری کرده، با یه کاکل قشنگی داره میاد توی عروسی، خاکستر میگیره میذاره روی کاکلش. ای بابا برای چی؟ به خل ال تمام اینها، به خل ال حدواریم که دی لیزکرد یروشالایم، برای اینه که ما یروشالایم رو از خاطر نبریم. شنمر این اشکاخخ یروشالایم تیشکخ یمینی تیدبق لشونی لخیکیم لو ازکرخی. اگر تو رو از یاد ببرم یروشالایم، دست من قدرتش رو از یاد ببره. بخوله بخوله ایم لو اعلی یروشالایم، اگه یروشالایم رو من بیاد نیارم ار روی سیمخاتی بر بالاترین سیمخای من، یعنی توی هر سیمخایی که من دارم سیمخای کامل نیست بدون یروشالایم. البته بعضی از چیزهایی که اینجا ذکر شده رو ما امروزه رسم نداریم، پستیم میارن که خانوم ها امروزه همچی رسمی ندارن که از زیورآلاتشون کم کنن، یا سر سعوده ها ما معمولا رسم نداریم که یه جایی خالی بذاریم برای یکی از غذاها. ولی خب تو پرانتز بگم اگه ما همچی رسمی نداریم که یه جایی خالی بذاریم برای غذا، ولی اگه یه موقع یه چیزی یادشون رفت، یادشون رفت، خانمه قرار بوده یه مدل غذا دیگه هم درست کنه یادش رفته، آقای قرار بوده یه چیزی بخره بیاره یادش رفته، برعکس عوض که دعوا بشه بین زن و شوهر و ناراحت بشن و چرا یادت رفت و حالا آبرمون میره و فلان، دو براخای به هم دیگه میگن زخل میخداش زخل یروشالایم. اگر بین من و تو دعوا بشه یروشالایم دیرتر آباد میشه، پس بیا حالا که یادمون رفته بگیم این به زخل خوربان و شالوم بیت من و تو سر جاش باشه، اینجوری خداوند قضیه رو زودتر درستش میکنه. عوض که بخوان جر و دعوا کنن و بخوان همدیه رو تقصیر گردن همدیه بذارن و که تو کردی و تو یادت رفت و فلان، اینا زخل کمه، زخل خوربان. همه چیز خریدیم، لیمو یادمون رو بخریم، لیمو سبز، اوکی، زخل خوربان. خیارشورش، زخل خوربان. یه غذا کم پختی، زخل خوربان. این تو پرانتز. اوکی، ولی اینجا ما میبینیم که همچین میسوایی هست که آدم باید یروشالایم در نظر داشته باشه. بنابراین توی هفتا براخاهای شب براخوت هم این یعنی یروشالایم ذکر میشه، نگفته نمونه. به خاطر همین ما توی براخاهای هفتارا هم همین کاره رو میکنیم. براخاهای هفتارا هم در موردش ما یروشالایم رو ذکر میکنیم اونجا. این باید یه جایی، هر جایی بالاخره برنامه ای هست یروشالایم باید ذکر بشه، توی لخش ذکر میشه، همینجا ذکر میشه. این مورد بعد. بعدش ما دو تا براخای دیگه داریم. این دو تا براخای شبیه هم هستن، منتها با هم دیگه فرق میکنن. یه براخا ما داریم سمه یخت سمخ رئی محووین، براخای شیشومش. این براخای خاتمه پیدا میکنه، بارو خطا عشم مسمیخ خاتان دکلا. مسمیخ خاتان دکلا یعنی که خداوند خاتان و کلا رو شاد میکنه و ما با این براخه به خاتان و کلا براخه میدیم. تا حالا همه این براخه ها مد خداونده، یا یکیش در مورد یروشالایمه که خداوند به زودی یروشالایم رو آباد کنه. این براخاه براخاه به خاتان و کلا است که اینشالله خداوند این خاتان و کلا رو شاد کنه با هم دیگه. سمنه یخت سمخ، لطفاً شاد کن ای خداوند رئی محبوبیم، این دوستان محبوب. دوستان محبوب یعنی زن و شوهر. از اینجا ما بهشون یاد میدیم که اینا باید با همگی دوست باشن.
یعنی زن و شوهر فقط عشق و علاقه هوا و هوسی نیست، باید با همدیگه دوست باشن، باید با همدیگه یک دم باشن، همدم باشن، همراه باشن، همگام باشن. رئی محوی، نه کسایی که عاشق همدیگه هستن به خاطر هوا و هوس. همونطوری که آدم و خوا رو تو شاد کردی توی گن عدن، همونطوری که اونا رو شاد کردی این زوجه رو هم شاد کن. پس این براخت برای خاتون رو کردم. بعد یه براخت دیگه داریم، براخت آخر، که اون براخت کلیه در مورد خداوند که سیمخواهای مختلف رو برای ما آفریده. اشر برا ساسون و سیمخا خاتان و کلا گیلا رینا دیتسا و خدوا اعوا و اخوا شلون بره بود. این لفظهای سیمخا و شادی رو خداوند آفریده. و آخر کار ما براخا میگیم برو خطا هشم نسمه یخ ه خاتان این ها کلا. کسی که شاد میکنه این خاتانه رو با این کلاه، که آدم از زنش راضی باشه، نه که فکرش دنبال کسای دیگه باشه. این خاتانه خداوند شادش کن با این کلاه، که اینا هر دو بدونن که زوج من اینه، نه کس دیگه ای، نه که موقعی اشتباه کردم و با کس عوضی ازدواج کردم و شاید زوج من اون دختر خانم است که شد زن رفیقم، که خصمش اونم چشمش دنبال کسای دیگه باشه. نه، مثل همه یخ هخاتان ایم هکلا، که اینا با همدیگه خوشحال باشن. این هفتا براخایی که خامین تعیین کردن. پس به صورت کلی ما یه براخا داریم بره پری اگفن که همه جا داریم، یه براخا داریم کابود هشم که هدف از ازدواجشون هست، دو تا براخا داریم که اینا بدونن که اینا درسته که دو کالبد هستن ولی واقعا یکی هستن، یه براخا داریم در مورد یروشالعیم و دو تا براخا داریم در مورد این که خاتون و کلا خداوند یراسون که شادشون کنه با سیمخایی که بهمون داده. این هفتا براخایی هست که تعیین کردن. فکر کنم اینجوری هم جواب سوال اولتون داده شد هم جواب سوال دومتون. بگوارم ممنون، متشکر. یه سوال دیگه من دارم، حالا اگر تو ذهنتون هست، تو شولخانه رو حالا برای که توبایی هم که می نویسیم اجازه پدر یا مادر رو نمیخواد. این تو هیچ سن و سالی نیاز نیست که تو کتوبا اجازه پدر و مادر باشه؟ اوکی، طبق هلاخا پسر نمیتونه ازدواج کنه مگر اینکه بر میتوه باشه. اگر پسر کمتر از بر میتوه هست نمیتونه ازدواج کنه. البته نمیخوام توی جزئیات این قسمته برم، ولی اینجوری ما قبول صحبت میکنیم. دختر خانم از بچگی میتونه توسط پدرش به عقد در بیاد، به خاطر که تورا توی پارشای متوت این حقه رو و پارشای کیتسه این حقه رو به پدر میده که بتونه دخترش رو به عقد در بیاره از بچگی. منظوری نیست که حتما خفتش رو از اون بچگی باید بره خونه شوهر، ولی اگر به هر دلیلی همچین چیزی احتیاج باشه میتونه همچین کاری بکنه پدر. و تو همچین حالتی اگر باشه توی کتوبایه می نویسن اگه دختر کوچیکه بیرشود ابوها با اجازه پدرش. اگر دختره 12 سال و نیمش گذشته، یعنی 12 سال شده و موقعی که بوگیرد میشه، از اون موقع به بعد دختره اختیار خودش رو داره و پدره نمیتونه دختره رو به ازدواج کسی در بیاره،
برخلاف میل دختره. بنابراین احتیاجی به اجازه پدر و مادر تو این زمینه نیست. همین که دختر بوگرد شد، یعنی رسید به سن بلوغی که باید برسه، همین که پسر برمیسوا شد، اینا دیگه اختیار ازدواجشون دست خودشونه. من یک کتابی دارم از دوره قدیم که درش نوشته بیرشود ابوها، به خاطر که اون موقع به خاطر مسائل مختلف اجتماعی و سکانه هایی که وجود داشته، پدرها دختراشون رو زودتر ازدواج میدادن به خاطر اینکه سکانه بوده، اگه نه به خاطر گزرهایی که بوده یا هر جوری که بوده. خدا من میدونم خدا بیاموز مادر بزرگم میگفتن که این 6 ساله بوده که ازدواجش دادن به خاطر همین مسائله. اون موقع مسائلی که بوده دختران رو سریع ازدواج میدادن که مسئله به وجود نیاد. این ریفکا ایمن رو که 3 ساله ازدواج کرد، البته اون موقع با هم دیگه کاری نمی کردن تا دختره بزرگ بشه، ولی اقلا دیگه دختره اینجا اسمن و رسمن شوهر داره. خیلی متشکرم، ممنون از لطفتون، بزرگواری کردید. اگر که لطف بکنید بپردازیم به سوال آقای کاشی مال هفته گذشته که راجع به آب سوتا بود. حالا اوشون سوال کردن که این آبو میزدن میخورده بعدش چه جوری بوده که فوت میکرده، یا تو اون مدت برای شوهرش چه جوری در اختیار شوهر قرار میگرفته نمیگرفته. یه مسئله دیگه هم این که حالا دو تا ایش باز دوباره آورده که اون مردی که ایش که زنش به زنش مشکوکه، حالا دوباره این ایش هم خودش مسئله هست. و زنا چطوری بود اگر به مردشون مشکوک بودن، اونا به کجا میتونستن شکایت بکنن؟ قبل از مسئله سوتا مخیرا که بود آراب، آیا وجود دوتا شاهد واسه قدوشا برای قدوش کردن از تورا هست؟ یعنی اگر یه دختر پسر یه جایی حالا شاهدی وجود نداشته باشه اصلا نمیتونه با هم ازدواج کنه؟ بله حرفتون درسته. خب دوتا شاهدی که ما احتیاج داریم برای قدوشین، اینا احتیاجن که باشن، اگر نباشن قدوشین کار نمیکنه، خل نمیشه، قرار نمیگیره، فایده ای نداره. الان خیلی از ازدواجایی که متاسفانه شاهداشون حالا قومخیش بودن یا کاشر نبودن قبلا اتفاق افتاده، الان این زن و شوهر ها الان چجوری، الان یعنی اینا زن و شوهر حساب میشن نمیشن؟ الان خیلی شاهداشون مثلا قومخیش های خود داماد و عروس بودن، این مسئله چی میشه؟ الان سال الان بچه دارم شدن، سالها گذشته، اینا اصلا چه جوریه وضعیتشون؟ دو تا مورد این بکنم مهمه قبل از که واقعا حالا که این بحث پیش اومد خوبی که صحبت کنیم روی این قضیه. ببینید اینجا دو تا مورد مختلف اینجا وجود داره که باید جدا جدا بررسی بشه. یکی مورد قیدوشینشون هست، یکی مورد کتوباشون هست، کتوبایی که دارن. از نظر قیدوشین با وجودی که این زن و شوهره شاهدایی که داشتن شاهدای کاشر نبودن، چون که اینا دارن با هم دیگه در ملای عام مثل یک زن و شوهری زندگی میکنن، اینا حالا قیدوشین دارن به خاطر اینکه الیاهو هنکن یکی از بزرگان امریکا
که حدود 50 سال پیش تقریبا فوت کردن، ایشون عقیده دارن که زن و شوهرایی که با هم دیگه همونطور گمارا میفرماید، من قبلا عرض کردم که به سه طریقه زن و شوهر با هم دیگه زن و شوهر میشن، ایشان نیرنید به شالوش دراخیم، با کسف، با شتار یا با بیا. کسف یعنی پول میده، سکه میده، این کار که ما میکنیم. شتر امروز ما انجام نمیدیم، ولی شتر میان روی کاغذی مینویسه که تو توسط این شتره زن من میشی و میده دستش جلوی دوتا شاهد. بیا همونطور که عرض کردم من جلسه قبل، اگر اینا با همدیگه میرفتن جای خلوت میکردن دو نفر به منظور این که با همدیگه باشند، به همچین منظوری که با هم باشن و دوتا شاهد از بیرون میبینن، شاهدن که اینا دارن میرن تو اتاق درو میبندن، تنهایی هم خلوت میکنن، همین کافیه که اینا اگر تو اون مدت زمانی که کافیه توی اتاق بمونن در خلوتگاه، ما تصور میکنیم که با هم بودن و اینا زن شوهر هستن میناتورن. گمارا به این میگه هن هن ادهی خود، هن هن اده بیا، همون کسایی دوتا شاهدی که شاهدن که اینا وارد اتاق شدن و با هم یه خلوت کردن، همینا شاهدهای بیا به حساب میان. از انگار که شاهد بودن و دیدن، انگار که دیدن که اینا با هم دیگه هستن، همین کافیه. موقعی که زن و شوهری ما میدونیم که اینا با هم دیگه زندگی میکنن، درسته که این زن و شوهره شاهدهایی که اونجا توی عروسی بودن شاهدهای کاشر نبودند، بعدش اینا با هم دیگه میرن هجله، همه میدونن که این زن و شوهره که ما میگیم زن و شوهرن، با وجودی که شاهداشون کاشر نیستن، ولی اینا به صورت زن و شوهر، به هدف زن و شوهر رفتن هجله. همه مردم شاهدند که این دو نفره به صورت زن و شوهر رفتن هجله، همین کافیه که اینا رو زن و شوهر کنه از نظر هلاخایی. شاهدا کیان؟ همه ما. انان سهده که ما رو میفهمید، ما شاهد هستیم، ما شاهدیم که اینا دارن به عنوان زن و شوهر با همدیگه هستن و به عنوان زن و شوهر با همدیگه روابط زناشویی دارن. همین رابطه زناشوییشون این دو نفر رو زن و شوهر میکنه. پس زن و شوهرایی که با هم ازدواج کردن و شاهداشون شاهدای کاشر نیستن، هنوز اینا با هم دیگه زن و شوهر به حساب میان. چرا؟ من دوباره عرض میکنم، چون اینا دارن به عنوان زن و شوهری با هم دیگه زندگی میکنن، همه هم میدونن. هارموش فاینستین فرماید که توی امریکا اینجوری نیست، چون توی امریکا اگر شاهدای عروسی کاشر نباشند، کسایی که خودشون غیر مذهبی هستند و اینا بعدن میرن و با هم دیگه زندگی میکنن، هیچ دلیلی نیست که اینا با هم دیگه زن و شوهر کنن. به خاطر که توی امریکا حتی دوست دختر دوست پسرایی که با هم دیگه ازدواج نکردن هم اینجوری با هم دیگه زندگی میکنن، انگار زن و شوهر، با وجودی که زن و شوهر نیستن. پس این انانسهده وجود نداره، این که ما شاهدیم که اینا دارن به عنوان زن و شوهر زندگی میکنن وجود نداره توی امریکا. این حرف آرامش فنسین است و نفقامینا میکنه لحلاخا که الان مبحث ما نیست. حالا اوبادی هم از همچین موردی استفاده میکنن برای موقعیت‌های اضطراری، مثلا زن و شوهرایی که توی کشورهای دیگه که غیر مذهبی بودن ازدواج کردن، مثلا طرف توی روسیه بوده دوره کمونیستی روسیه که معلوم نیست که رو انگه چیکار میکردن و شوهره نمیخواد طلاق بده زنشون، زنه هم بدبخت اینجا اگوناس اومده فرض کنید اومده ارس و گیر کرد و نمیتونه و کاری بکنه و اینا، حالا بعدا میفهمین که ما رفتیم و
چک کردیم که دوباره رو دیدیم که ادیمایی که بودن ادیمای غیر کاشرن، عروسیشون رو از اول باطل کردیم و اینا زنه میتونه ازدواج کنه. این برای مواقعی هست که زن و شوهره درست با همدیگه زندگی نمی کنند به عنوان زن و شوهر. ولی توی جایی که رسم نیست که مردم دوست دختر دوست پسری باشند، 100% توی ایران مرد و زنی که با همدیگه زندگی می کنند زن و شوهری زندگی می کنند، همه می دونن. بنابراین الان سعده ما شاهدیم که اینا زن و شوهرند، ما می دونیم که اینا با همدیگه ازدواج کردند و با وجودی که شاهدای اولی شاهدای خوبی نبودن، ما شاهد هستیم، همه ما خخامین شهر، تمام کسایی که کاشر هستن توی شهر شاهدن که اینا زن و شوهرن و مثل زن و شوهر زندگی میکنن، بنابراین روی زن و شوهریشون شعلایی نیست. این مورد اول. مورد دوم کتوبا هست. کتوبا سند خیوب هست، سندی که من سند بدهکاریه، سندیه که شوهره به زنه بدهکاره. بدهکاری یعنی مسئولیت مالی داره. مسئولیت مالی چیه؟ مقدار کتوبا، یعنی همون کتوبا قسمت‌های مختلف داره از نظر وظیفه‌های مالی، همون به عنوان مثال 300 سکه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم. من نه فقط اون 300 سکه، به هر صورت ایقار کتوبا هم هست، یه مقداری هم پول ایقار کتوباست که مقدار نقره‌ای هست که ماران توی شورخانه رو صحبت می‌کنه. اون مسئولیت مالی که شوهر روی خودش قبول می‌کنه شب عروسی و کتوبایه سنده، مثل هر سنده دیگه، و کتوبایه شاهد احتیاج داره و شاهداش باید کاشر باشند. اگر شاهدای کتوبا کاشر نباشند، کتوبایه پاسوله. اگه کتوبایه پاسوله، اون موقع زن شوهره اجازه ندارند که با هم دیگه به صورت زن شوهری زندگی کنند، به خاطر که خخامیم ممنوع کردند که یه زن و شوهری با همدیگه مثل زن و شوهر زندگی کنن اگر کتوبا ندارند. زن باید کتوبا داشته باشه. اگر کتوباش باطله یا شوهر کتوبا ننوشته، هنوز شوهر اجازه دست زدن به زنش نداره. چرا؟ چون خخامیم نمیخواستن که حق خانوما پایمال بشه. اگر شوهره کتوبا ننوشته و وظیفه مالی رو خودش قبول نکرده نسبت به زنه، میاد میره با زنه هر کاری خواست میکنه، بعدش هم طلاقش میده، هیچ مسئولیتی هم نداره. تمام هدف این کتوبای سنگینی که خخامین گذاشتند، گمارم میفرماید که دیشلوته قلاب اناف لگرشا، برای که ساده نباشه در نظر شوهره که بخواد زنشو طلاق بده. اگه نه هر مردی میاد هر کاری خواست تا موقعی که میخواد لذت ببره لذت میبره، همه که زنه گفت بالا چشمت ابروه برو طلاق دادم خوشو دارم. بنابراین خخامیم برای اینکه حق زنه پایمال نشه تعیین کردن که مرد اجازه نداره به زنش دست بزنه مگر اینکه کتوبا قبول کرده باشه رو خودش. نه فقط این، اگر کتوبای گم شده چجوری گم شده نمیدونم، اینا نقل مکان کردن، معلوم نیست کتوبای پیداش نیست، شاید تو خونه قبلیه مونده، شاید رفته داخل آتشخال گم شده رفته اصلا، شاید هستش شاید نیستش. اگر کتوبای گم شده همینطور مرد اجازه نداره به زنش دست بزنه تا اینکه کتوبای جدید بنویسه به جای کتوبای. به این میگن کتوبا د ایرکسا، کتوبای گم شده، و یه نسخه ای هست مینویسن، دو تا شاهد هم امضا میکنن 5 دقیقه. همینطور اگر کتوبای شهدایی که روش هستن پاسول هستند، کتوبای پاسوله،
بنابراین که تو بایه نیست، شوهر اجازه نداره به زنش دست بزنه تا اینکه کتوبه بنویسه. این مسئله است. منتها این مسئله روی بچه های این ازدواجه هیچ خدشه‌ای وارد نمیکنه. بچه ها کاشرن، بچه ها هیچ بحثی سرشون نیست، عالی، هیچ مسئله ای نیست. منتها شوهره به خاطر اینکه داره با زنش رفتار زناشویی داره بدون کتوبا، داره عورا انجام میده، داره ضد حرف خاخامیم میره، یعنی داره از گفتار خاخامیم تخطی میکنه. اینه که باید کتوبا رو درستش کنه، ولی هیچ خدشه‌ای خست شالوم نه روحانی نه شجره‌ای نه هیچ چیزی روی بچه ها نیست. این فرق میکرد اگه زن و شوهر با هم زن و شوهر نبودند و اون موقع بچه به دنیا اومده بود. به خاطر که درسته که بچه هنوز کاشره، ولی خب بچه ایه که از رفتار گمارا بهش میگه به علت زنوت، از یک همخوابگی نامشروع به وجود اومده. بچه کاشره ولی بهترین حالت کشروت رو نداره، چون به هر صورت رابطه نامشروع بوده. ولی اگه اینا زن و شوهر هستن همه چون مرتب، منتها کتوبای هست که مسئله داره. این درسته که شوهر اصوله براش که رفتار زناشویی با زنش داشته باشه، ولی بچه ها هنوز خوب هست. خیلی ممنون که بگارا مخیلا. این داستانی که تعریف میکنن در مورد دختر شیل محمله که یه جایی بوده پنهانش کرده بوده، این آیا اینجا پیشنش افکار شده یه داستانی تعریف میکنن که شیل محمله که دختر داشته اونو قایمش میکنه که بخاطر ازدواج نکنه؟ اون جریانش چیه؟ اون دیگرش ببری یه موقع دیگه بومیدش تو دارم. خیلی ممنون. اگر ممکنه در مورد تاریخ کتوبا هم که حالا خیلی وقتا تو ایران شب بوده ولی تاریخ بود و می نوشتن، اینم نیاز هست که کتوبا رو تغییر بدن یا نه؟ چشم. من قبل از که این رو خدمتتون عرض کنم، این نکته رو من میخوام دوباره تأکید کنم. بعضی از زن و شوهرها میترسن که بیان و کتوباشون رو درست کنن، به خاطر که میگن یعنی چه؟ پس ما زن و شوهر نبودیم، آبرمون میره، فردا رو بچه‌مون حرف در میارن، رو خودمون حرف در میارن. همین که من عرض کردم همچین چیزی نیست. کتوبای سندیه که باید درست بشه. کتوبای خدشه‌ای روی ازدواج اینا نمیذاره. پس کاری که اینا باید بکنن، میان کتوبای جدید بنویسن و عرض کردم کار 10 دقیقه است، پر میکنن اینا. شوهرم البته خرخامین اونجا میدونن چی کار کنن. شوهر خودشون موظف میکنه دوباره جلوی دوتا شاهد، یعنی قینیان میکنه، مثلا یه قینیان سودار میکنه، یه دستمالی پارچه کلایی بهش میدن بلند میکنه و میگه در ازای این که من بلند میکنم، من خودم رو موظف میکنم به اون مفاد این کتوبایه جلوی دوتا شاهد، بگن قینیان میکنه جلویشون، بعد دوتا شاهده هم امضا میکنن، ایشون هم جلوی دوتا شاهده کتوبای جدیده رو میده دست خانومش و همین دیگه. از این به بعد لحف دیل تقریبا مثل اینه، مثل زنی که نیداست و میره میخوه و برای شوهرش کاشر میشه، مطهر میشه. اینجا هم کتوبه رو مینویسه برای شوهرش مطهر میشه. اینه که خیلی مهمه که مردم فکر نکنن که زشت خجالت داره، ما 40 سال 50 سال ازدواج کردیم حالا بیم هم چیکاری بکنیم. هر موقع جلوی ضرر رو بگیرن نفع کردن، ولی هیچ خدشه‌ای به جای وارد نمیشه. ما توی امریکا چندین و چند تا از کتوبهای عزیزان که اومدن اینجا رو عوض کردیم براشون، یا به خاطر اینکه شاهدا کاشر نبودند، یا به خاطر اینکه تاریخی که روی
که توبا زده شده بوده اشتباه بوده. متاسفانه کسایی که قدیم که توبا رو می نوشتن گاهی وقتا حواسشون نبوده به شقیا و می اومدن مثلا روز چهارشنبه، امروز روز دوشنبه است، خب امشب عروسیه، امشب می نویسن دشنی به شبات، دوشنبه است، دوشنبه شبه. با وجودی که امشب طبق حلقه سه شنبه است، این شب شبات که شبات از شب قبل شروع میشه توی تاریخ عبری، هر روز از شب قبل شروع میشه و از شقیا به بعد، از غروب آفتاب به بعد تاریخ فردا رو میزنن و متاسفانه همچین اشتباهی بوده و اینم که توبه رو پاسول میکنه به خاطر اینکه گمارا میفرماید شتر مقدام، هر سند، هم هر سندی که سند بدهکاریه، هر سند بدهکاری اگر تاریخش زودتر از زمان بدهکاری زده شده باشه شتر پاسوله. نمیخوام توی جزئیات برم چرا الان طول میکشه، ولی شتر مقدام پاسوله. شتر مؤخر اگه تاریخ رو دیرتر زدند کاشره، ولی اگه تاریخ رو زودتر از وقوع واقعه زدن شتر پاسوله. بنابراین اگر امشب که سه شنبه است تاریخ دوشنبه بزنن، تاریخ زودتر زدن از وقوع واقعه، بنابراین شتر پاسوله و باید عوضش کرد. این هم همین جوریه. آره، ما شتارهایی که توبایی بوده که اومده اینجا و ما دیدیم که متوجه شدیم که تاریخ اشتباه بوده، عوض کردیم. که توبای جدید میگیرن پر میکنن، البته باید بدونن که آیا چه کتوبایی، کتوبای مختلف هست. آیا کتوبای جدید رو از اول پر کنن یا یک کتوبایی هست که درش اشتباه شده، اشتکخ با تاوتا، اون رو باید پر کنن. اون دیگه میذاریم برای اولیای امور که بپرسن و بدونن که چیکار کنن، ولی کار دقیق است. تشکر که این نکته رو ذکر کردید، چون خیلی مهمه و متاسفانه مردم هم نمیدونن و معصومانه توی درد سر میفتن. اگر میدونستن درستش میکردن، خیالشون راحت بود. سوالی که پرسیدن اینه که ببخشید ببینید، الان اطلاع دارید حتما که توی شیراز تقانا شده که 300 سکه رو به عنوان مبلغ کتوبا می نویسن. یه زمانی خیلی قدیمتر، شاید اوایل انقلاب، مبلغ کتوبا رو مرسوم بود که یک میلیون تومن می نوشتن، یعنی به واحدش رو تومن می نوشتن، یک میلیون تومن. حالا اگر یک کتوبای اشتباه داره، حالا کتوبایی که اون زمان نوشته شده، حالا یا تاریخش ایراد داره یا هر ایراد دیگه ای، امروز شخصی میاد این کتوبا رو درست کنه، اصلاح کنه، کتوبای جدید بنویسه، میتونه اونم تغییر بده، بگه تو کتوبای جدید به جای 1 میلیون تومان بنویسید 300 سکه، میتونه این کارو بکنه. اوکی، دو تا مورد. مورد اول، اگر ما یک کتوبایی داریم که کتوبای کاشره مونتا درش اشتباه هست، مثلا اسم خانوما رو درست ننوشتن یا یه اشتباهی شده، کتوبای جدید می نویسن ولی مفاد کتوبای دقیقا مفاد کتوبای قبلیه هست، لازم نیست که عوضش کنن. یه میلیون تومان قدیم حالا امروز 2000 نمی ارزه، یه همینه که هست. اگر کتوبای از اول کار پاسول بوده، مثلا هم که عرض کردیم شاهدا کاشر نبودن یا تاریخ رو عوضی زدن که کتوبای کاملا از اول کار کار نکرده، ایشون که الان میاد و کتوبای جدید رو می نویسه میتونه هر مبلغی بخواد بنویسه، یعنی هر مبلغی که خانومش بخواد میتونه بنویسه. هر شوهری میتونه هر موقعی که بخواد مبلغ کتوبا رو ببره بالا. اگه شوهری بعد از
ده سال ازدواج. اومد به زنش گفت ببین عزیزم من خیلی دوستت دارم. من مهریه کرده بودم فرض کن 1,000,000 تومان اون موقع. حالا میخوام بکنم 10,000,000 تومان. میخوام اضافه کنم. هیچ اشکالی نداره. میاد و میتونه کتابای جدید بنویسه و از حالا خودش رو موظف میکنه به 10,000,000 تومان. بابت کتابا. میتونه بکنه. چون وظیفه مال خودشه، پول خودشه. هر کسی میتونه بیاد یه نفر دیگه هدیه بده. سوال شما اگر شوهره راضیه که بیاد 1,000,000 تومان رو بکنه 300 تا سکه برای آزادی هیچ مسئله ای نداره. حتی اگر که تو باقی هم کاشر بوده شوهره میخواد مقدارش رو زیاد کنه مسئله ای نداره. ولی اگر که تو باقی از اول کاشر بوده و شوهره میگه آقا من نمیخوام زیادش کنم، که تو باقی کاشره، گم شده. شاهدامو کی بودن؟ فرض کنید دو برخایی که الان توی شیراز حاضر هستن، سعید و سالم تا 120 سال به خوبی و خوشی هنوز شاهدا هستن. منتها ما کتابه رو اون موقع نوشته بودیم 1,000,000 تومان. حالا کتابه گم شده، نقل مکان کردیم گم شده، یا دیدیم پاره شد، دیدیم آبریخ روش از بین رفت، بعد کتاب جدید بنویسن. خب حالا بیان به آقای بگیم خب آقای فلانی شما میخواید کتاب جدید بنویسید از 1,000,000 تومان بکن 300 تا سکه برای آزادی. شوهره میتونه بگه نمیخوام. اون موقع کردم 1,000,000 تومان همونه که بوده، نمیخوام بیشترش کنم. حق رو داره که بیشتر نکنه. پس اگر اون وظیفه که رو خودش قبول کرده بوده از قدیم درست وظیفه سر جاش هست، اون موقع بستگی به خواست خود شوهره داره. اگه بخواد زیادتر میکنه، اگه بخواد همون مقداری که بوده نگه میداره. اگر که تو باید از اول کار باطل بوده، شاهدش درست نبوده، زمانش درست نبوده و حالا میخوان بنویسن، حالا مینویسه 300 تا سکه برای آزادی. آقای اون موقع که ازدواج کردن 1,000,000 تومان بود، اون موقع که ازدواج کرده شما کتابا ننوشتین متاسفانه. من فکرم نوشتم آره، ولی ننوشتی. پس وظیفت از حالا شروع میشه. اگه وظیفت از حالا شروع میشه، مقدار کتوبه هم بر اساس تقانای الانه. حالا یه سوال دیگه هم پیش اومد، ببخشید من امروز خیلی مزاحمتون شدم. پرداخت مهریه از طرف شوهر به زن کی هست؟ یعنی این دل مطالبه است یا خدای نکرده فقط تو جدایی میتونه اینو پرداخت بکنه؟ جریان اینم اگر مشخص بکنید ممنون میشم ازتون. چشم. پرداخت مهریه از شوهر به زن در دو حالت هست. اگر خطشانم شوهره بیاد زنشو بخواد طلاق بده، یا اگر شوهره زودتر از خانومش فوت کنه. اگر شوهر زودتر از خانمش فوت کنه، وارث ها یعنی بچه هایی که وارث هستن موظفن که اول کتوبای مادرشون رو به مادرشون بپردازن، بعد اون دارایی ها رو تقسیم کنن، مگر اینکه بخوان کتوبا رو به مادرشون ندن و بخوان خرج مادرشون رو بکشن. پس یا باید خرج مادر رو کشید، یا باید کتوبای مادر رو بهش داد و بعد اون موقع میتونن پولاشون رو تقسیم کنن وارث ها. پس تو این دو حالته هست که اون پولا گیر زنه میاد، یا طلاق یا فوت شوهر قبل از فوت زن. اگه زنه اول فوت کنه اون موقع دیگه کتوبای گیر کسی نمیاد، به خاطر اینکه کتوبای توسط شوهر ارث برده میشه. یه شوهر موظف نیست که کتوبه به کسی بده، مگر اینکه جزئیات کتوبه برندیخرین هست که اونم از بحث ما الان خارج. سوالی که آقا فهری پرسیدن چرا احتیاج به قنیان سودار داریم؟ مگه خود کتوبه که به زن میدن جلوی دوتا شاهد کافی نیست؟ بله،
ولی ما همیشه هر موقع که یک وظیفه مالی رو یه نفر رو خودش قبول میکنه ما قنیان میکنیم، به خاطر میان اینجوری میناگ اینجوری این بوعز که قنیان کرد ما قنیان میکنیم. و بنابراین توی کتوب هم که به زنه میده نوشته که شاهدا میگن ما باهاش قنیان کردیم، ما با شوهره عمل قنیان رو انجام دادیم، این توی کتابای نوشته شده و بنابراین چون که نوشته شده باید انجام بدن 100%. پس درسته که اگه همین که شتاره رو بزنه بده کافیه، ولی با وجود این ما مینهایی که قنیان میکنیم و توی کتابا هم مینویسیم که قنیان کردیم. البته کتوباهایی هست که رسم ما ایرانی ها نیست، منطقه رسم میناگی یروشالعیمه که نه فقط که با شوهر قنیان میکنن، قنیان سودار بهش یه چیزی میدن بلند کنه، بلکه با شوهر دست میدن و رو شوهر قسم میذارن که هیچی کم نکنه از مفاد کتوبای قسم شبوا دهورایتا. همچنین میناگی ما نداشتیم توی ایران و نمی کردیم، حتی کتوبای خیلی قدیمی ایران اینا رو نداشتن همچین رسمی، با وجود که ماران توی شورخانه رو خیلی رو می نویسه، ولی ما همچین رسمی از قدیم الایام نداشتیم، کتوبای بغداد هم نداشتند. پس اینه که ما این رسمه رو اینجا هم شروع نکردیم که بخوان دست بدن به خاطان و بگن خاطان قسم خورده شبوا دهورایتا خورده، این کارا رو ما اینجا نکردیم و نمی کنیم به خاطر اینکه رسم ما ایرانی ها هیچ وقت نبوده همچین چیزی. ولی قنیان سودار باید صورت بگیر. پرسیدن که امروز صیغه نیز وجود داره مانند دوره ابراهام‌آوینو یا چند تا همسر برای آقایان مجاز هست یا نیست؟ اوکی، این دو تا سواله. صیغه امروز وجود نداره به خاطر اینکه مخلوقات بزرگی هست بین گدوله اسرائیل، بین ردوز و یعقوب امدن که قوانین صیغه چجوریه و برای کی هست و چجوری هست، و طبق خیلی از بزرگان صیغه فقط برای ملخ مطار بوده نه برای کس دیگه. قضیه پیلگش بگیف آره توضیح میدن که منظور از پیلگش واقعا پیلگش نبوده، زنش بوده، ولی خب اون به جای خودش. ولی اونی که در مورد ابراهام‌آوینو میارن میفرمایند فقط برای ملخ هست، همونطور که میبینیم که داوید ملخ پیلکشیم داشته، ولی برای کسی که ملخ نیست نیست. بنابراین امروزه هیچ کدوم از بزرگان امروزه که چه عرض کنم کلن صیغه نمی کنن، یعنی همچین چیزی برای اشخاص معمولی نیست. آیا شخصی میتونه زن بگیره؟ طبق طورا برای مرد محدودیت تعداد زن گرفتن وجود نداره، یه نفر میتونه هر تعدادی بخواد زن بگیره طبق تورا در آن واحد، البته به شرطی که اون وظایف خودش رو نسبت به هر زنی انجام بده. خخامیم تعیین کردن که بیشتر از 4 تا زن شخص نباید بگیره، چون یکی از وظایفی که مرد به زنش داره وظیفه زناشوییه و اگر بیشتر از 4 تا زن داشته باشه نمیتونه وظایف زناشویی خودش رو درست برای هر زنی به اندازه کافی و سر زمان معین انجام بده، و بیشتر از 4 تا نمیتونه باشه، تا 4 تا میتونه، بیشتر از 4 تا نمیتونه. اینه که خخامیم تعیین کردن محدودیت برای 4 تا زن و نه بیشتر. ملخ مینهاتورا محدودیت داره 18 تا نه بیشتر، یعنی با وجودی که برای آدم معمولی مینهاتورا هر تعدادی مجازه، برای ملخ فقط 18 تا مجازه نه بیشتر. تمام این موارد در ایام قدیم بوده که مردا واقعا وقتش و فکر و قدرت جسمی و مغزی و روحی رو داشتن که بتونن که به زناشون درست رسیدگی کنن. امروز حتی اون 4 تا رو هم بزرگان انجام نمیدن. اشکنازیم
از دوره ربن و گرشم مئورگولا که ربی راشی بوده. یعنی ما داریم صحبت میکنیم در مورد حدود 1000 خورده سال پیش. ربن و گرشم مئورگولا که گادولهدور دوره خودش بوده، عصر خودش بوده، ایشون گزرا میکنه، خرم میذاره، یعنی حرام، یعنی خرم میذاره. خرم یعنی یک کسی همچه کاری بکنه خست شدم در خطر میفته. خرم میذاره برای کسی که بخواد دوتا زن بگیره و از همون موقع ممنوع میکنه دوتا زن گرفتن در آن واحد. و اشکنازیم رما مینویسه توی شولخان اروخ که به خاطر خرم ربن و گرشم و بعد از اون اشکنازیم اجازه ندارن بیشتر از یک زن بگیرن در آن واحد، مگر اینکه خسته شالوم زنه یه جوری مثلا فرض کنید دور از همه دیوونه شده، واقعا دیوونه شده که قابل زندگی باهاش نیست و این مرد احتیاج داره به زن، و زنی که دیوونه است و نمیشه طلاق داد طبق حلاخا، چون زنی که طلاق خودش رو میگیره باید دعوت داشته باشه و بفهمه که طلاقو گرفته، و این زن رو نمیشه طلاقش داد، و اگرم طلاقش نمیشه داد چجوری باید زن دوم بگیره. و ببینو گرشم مئورگولا یه راه حلی براش گذاشته که اگر 100 خخامیم از 3 شهر مختلف، یعنی نه 100 تا از یه شهر، 100 تا از 3 شهر، 30 تا از اینجا، 40 تا از اونجا، 30 تا دیگه از اونجا، اینا قبول کنن که طرف میتونه بره و زن دوم بگیره، اون موقع مجاز میشه. به این میگن هتر معربانیم، هتر صد ربانیم، که 100 خخامیم باید اجازه بدن. یعنی اینقدر سنگینه برای یه اشکنازی که بخواد بره زن دوم بگیره. سفارادیم همچین خیرم رو قبول نکردند، چون میون اشکنازیم همچین چیزی خیرم شده، ربن و گرش و مئورگولا توی قسمت های اشکنازی اروپا بوده اون موقع، و سفارادی ها تحت فرمان ایشون نبودن، رابطه با هم نداشتن، به خاطر که بین کشورها جنگ بوده و رفت و آمدی نبوده. بنابراین تمام قضیه سفارادی اشکنازی هم از همینجا به وجود میاد که رابطه بین این دو قسمت از اروپا قطع بوده، و سفارادیم همچین چیزی رو هیچ وقت قبول نکردند. منتها ماران می نویسه که یکی از چیزایی که طرف شرط میکنه یا با شوهر شرط میکنن اینه که زن دیگه ای نگیره، و کتوباهایی که عرض کردم، کتوبای سفارادی یروشالایم، این درش نوشته شده که طرف رو خودش قبول میکنه که زن دیگه ای نگیره مگر اینکه بدین بهش اجازه بدن، با اجازه بدین. یعنی لازم نیست که بخواد 100 تا ربانیم از 3 تا شهر بیاره که اجازه بدن، همین که بدین اجازه بده میتونه بره ازدواج کنه. پس توی کتوبه های خیلی از سفارادیم این مورده رو شوهر رو خودش قبول میکنه که زن دوم نگیره مگر با اجازه بدین. اون موقع اگر بدین سلا بدونن به هر دلیلی که ایشون باید زن دوم بگیره، بهش اجازه میدن و میتونه بگیره، اگه نه نمیتونه بگیره. این میشه یکی از شروط کتوبایی که ایشون برای زن اولش مینویسه. رو خودش قبول میکنه که این کارا رو نکنه و قول میده و قسم میخوره که همچه کاری نکنه. این رسمه رو هم ما توی ایران نداشتیم، توی کتوبه های ما توی ایران نوشته نشده بوده که شخص نمیتونه زن دوم بگیره یا قول میده که زن دوم نگیره مگر با اجازه بدین. به خاطر همین قدیم اشخاصی بودن که 2 زن داشتن و مجاز بوده. پس این از نظر حلاخا. امروز ما از نظر ربانیم جامعه به کسی اجازه نمیدیم زن دوم بگیره، به خاطر که زن دوم گرفتن فقط مخلوقت به وجود میاره، بین بچه های دوتا زن، بین دوتا زن، خود مرده
نمیتونه امروزه به خاطر تمام سیستم ازدواجی که امروزه وجود داره نمیتونه مایحتاج هر دو زن رو درست فراهم کنه، نه مایحتاج مالی، مایحتاج فکری. امروزه زنا خیلی بیشتر به همدردی، به همفکری، به صحبت احتیاج دارن به شوهرشون. قدیم اینجوری نبوده. قدیم طرف میرفت سر کار، صبح میرفت شب میومد، همین که پول میاره و همین که یه دستی به سر روی زنش میکشه و پولم برای زن فراهم میکنه کافی بود برای زن قدیما. زن هم با هم دیگه دور هم دیگه با هم دیگه یه خونه زندگی میکردن، این خانومه با خواهرش، با مادرش یا با مادر شوهرش و با جاریش، همه توی خونه بودن. زن ها به هر صورت با هم دیگه زندگی میکردن، بچه ها رو بزرگ میکردن، شوهرم میرفت و سر کار، شب میومد، خب یه کمی با زنش خوشو بش میکرد و کافی بود دیگه. حالا چی یه زن چه دو زن. ولی امروزه اینجوری نیست. امروزه تمام مراحل زندگی بین زن و شوهر مشترکه، همه قضیه با تشریک مساعی جلو میره، بزرگ کردن بچه ها اینجوریه، هر کاری که میخوان زن و شوهر بکنن با هم دیگه در رابطه هستن. اینه که شوهره نمیتونه از خودش یه فوتوکوپی بگیره و فوتوکوپیه رو بفرسته پیش اون زنه، خودش بره پیش این زنه، امکان نداره. بنابراین چون که از نظر اجتماعی همچین چیزی مقدور نیست، هیچ کدوم از ربانی هیچ جا این اجازه رو نمیدن، نه توی ارث، نه توی جای دیگه سفارتی همچکاری نمی کنن، چون این کار فقط و فقط درد سر میاره برای خودش. اینه که هیچ خاخامی نمیاد به خودش اجازه بده زن دوم برای یه نفر دیگه گیدوشین کنه، مگر اینکه عرض کردم موقعیت استثنائیه و به دین تعیین میکنه یه همچین چیزی. این جواب سواله. اوکی ربوتای محفظ اومد و پیروز شاد. من یه سوال کوچیک داشتم در رابطه با اون بحث کتوبا که پیش اومد. فرض کنید یه کتوبایی پاسول بوده، حالا بنا به هر دلیلی، حالا یا تاریخش یا ادیمش مشکل داشتن، پاسول بوده و این شوهرم بعد از 120 سال فوت شد. الان هیچ وظیفه این ندارن وراست که بخوان مبلغی پرداخت کنن به زنش، یعنی چون کتوب پاسول بوده، یعنی انگار کتوبایی وجود نداشته در واقع. از نظر شرعی و قانونی نه. ولی خب درسته که زنه اینقدر پا به پای شوهرش زندگی کرده، درسته که همینجوری توی خیابون ولش کنه. هر کسی که هر کسی که یک مقدار معرفت داشته باشه چی کاری با زنی انجام نمیده. حالا یه سوال کوچیکم من بپرسم. بفرمایید. یه دایی تو کلیسه بودن، یعنی یه اتفاق افتاد. تو کلیسه بودن، سیسیت پوشیده بودن. بعد باید بود یه مقدار چی جابجا بکنن. سیسیت تنشون در آوردن، از در کلیسه رفتن بیرون، چیا رو جابجا کردن، بعد 10 دقیقه دیگه برگشتن. آیا اینا از تو کلیسه رفتن تو کوچه، کار انجام دادن، برگرد. آیا اینا خیاب به برخای سیسیت هستم؟ نه. طبق حرف اوودیا و رابنش خی، اینا لازم نیست که برخای سیسیت بگن. چون میدونه سن خطی رفتن. حتی اگر در کلیسا ما اسی اخدهت حساب نمی کنیم، چون از در کلیسا رفتن بیرونا. هر بدون درسته. اسی اخدهتی که ما برای ساختمون صحبت میکنیم در مورد بیرکت هم نهنین هست، براخایی که قضاییه، ولی برای بیرکت هم میسمود و این چیزا از یه اتاق دیگه رفتن یا بیرون رفتن و برگشتن تأثیری نمیذاره روی براخا. مثلا یه آقای شوخته و ایشون شخیدا میکنه، مرغ میارن شخیدا میکنه، مردم هم صف بستن و ایشون هم یه براخای شخیدا میگه، اشتخیدا میکنه و لازم نیست که بیشتر براخا بگه، مرغا اونجا جلویشن. منتها ایشون باید فرض کنید میخواد آب بخوره،
میره از اتاق بیرون اونجا، از اتاق میره بیرون اونجا یه آب میخوره و برمیگرده، لازم نیست دوباره بره خواب بگیره. با وجودی که از اتاق رفته بیرون و اومده برای برکت میتسوت، نمیگیم که از اتاق به اتاق رفتن حس یخ در به حساب میاد یا حفظ به حساب میاد. این برای سئوداست. چرا پس ما برای تفیلین ما هم چیزی نداریم؟ اونجا هم نداریم. تفیلین هم اگر یه نفری از سر و دستش کند رفت از اتاق بیرون و برگشت اشکال نداره. اگه بره دستشویی، چون که توی مقام دستشویی اجازه نداره تفیلین برش باشه، اون موقع حفظ میشه. اگه از در کنیسه هم رفت بیرون، رفت بیرون و برگشت، براخه نمیگه دوباره، براخه نمیگه دوباره. و چرا چه فرقی هست بین بتکیسه با به اصطلاح مواردهای دیگه؟ بتکیسه جاییه که شخص نمیتونه تفیلین برش باشه وقتی اونجا میره، چون که اونجا رائول ویلا نیست، ویلا معکبه. چون که اونجا نمیشه تفیلین برش باشه، بنابراین این خودش افسق میشه. ایشون در محلی قرار داره که حتی اگرم میخواست تفیلین بپوشه نمیتونست. این محدودیت حفظق به وجود میاره. ولی اگه طرف میره تو خیابون، اگه میخواست تفیلین بپوشه میتونست، هم نمیپوشه به هر دلیلی، میتونست بپوشه. بنابراین این محدودیت به وجود نمیاره. حالا اگر یه نفر تو همون محل سیسید تفیلین بوشید، دو ساعت سه ساعت بعدش دوباره میخواد سیسید تفیلین بپوشه، اونجا باید دوباره بره خواب بگیره؟ سه ساعت فاصله افتاده این فرمایید. آره بله. میسوایی که آدم میسوایی که آدم اگه انجام داد میتونه دوباره انجام بده، وقتی دوباره انجام میده براخا میگه. لولاب و اتروک اینجوری نیست. اگه صبح لولاب و اتروک گرفت بعد از دور میخواد دوباره بگیره، براخا نمیگه، چون جسه شده. ولی میسوایی که آدم میتونه چندین بار انجام بده، مثل سیسیت، مثل تفیلین، مثل دخان، دخان رفتن، آدم براخا میگه دوباره. کوهنا برای شخری براخا میگن، برای مصاب دوباره براخا میگن. ازاکو برو تو در آقا براخا رو بودن. شلو براخا محفظ آمده پیروز شد. تو در آقا